دانشجویان آمده اند تا هم بگویند و هم بشنوند. صدای واحدی در حوزه اقتصاد از دولت شنیده نمی‌شود و این حاکی از تعدد مراکز تصمیم‌گیر اقتصادی و حاکمیت چندگانه در تیم اقتصادی دولت است. آقای رئیس، پیشرفت واقعی زمانی است که مردم و گروه‌های مختلف که لزوما شبیه شما نیستند بتوانند حرف بزنند، بتوانند اعتراض کنند و از بالا حکومت کشور را امر به معروف و نهی از منکر کنند. ما در ایران می‌مانیم و آن را می‌سازیم. بعضیا به من توصیه کردند که شما امروز روز 16 آذر دانشگاه نرید، یا اگر رفتید خب دانشگاه تهران رو چرا انتخاب کردید؟ گفتم من معتقد به تعطیلی علم و دانش نیستم. اونایی که دنبال تعطیلی علم و دانش و دانشگاه نمیرن، من دنبال گشایش هستم. دانشجویان منتظرند درباره وقایع اخیر هم از زبان رئیس جمهور بشنوند. اعتراض یا اختشاش؟ مسئله این است. اعتراض هم غیر اختشاشه. اعتراض به دنبالش اصلاح اموره، به دنبالش سازندگی است و ساختنه. اختشاش به دنبالش تخریبه، یأس آفرینیه. منتهی این اشتباه محاسباتی امریکایی‌ها و اشتباه محاسباتی غربی‌هاست. تصور کردن ایران کشورهای دیگه است. اینجا ایران است، مردان و زنان فرهیخته‌ای داره، مگر اجازه میده به شما هر کاری بکنید؟ جوانهای دانشگاه آماده میشوند تا برای دیدار با رئیس جمهور چند ساعت متفاوت را تجربه کنند. ریاضی‌گرایی و غرب‌گرایی محض در اقتصاد که غالباً خروجی چنین دانشکده‌هایی هم هست، نتیجه‌ای جز وضع فضاحت‌بار کنونی نداشته. ایران در یک موقعیت ویزای تاریخی قرار دارد. چالش‌های کشور بسیار پیچیده و فرصت شما برای اصلاح وضعیت و بهبود معیشت مردم محدود است. باید فاصله بین دانشگاه و دولت را کم کنیم. دانشگاه باید در کنار دولت به مردم خدمت کند.